یه سلامی ویژه و مخصوص خدمت شما عزیزان گرامی دارم در کنار شما هستیم با مجموعه کارگاه نکته و تست از فصل پنج فصل پنج فیزیک سه موضوعاتی که در مورد فیزیک جدید بحث میکنه و پدیده فوتو الکتریک تیفای اتمی و موارد مختلف که به شکلهای تستای خوب و پرمحتوا براتون چیکار کردیم ارائه کردیم درود بر شما در این برنامه از تست 25 شروع کنیم بچه میگه در اتم هیدروژن هنگامی که از مدارهای پایین تر به طرف مدارهای بالا پیش میرویم انرژی ترازهای آن جای خالی و فاصله بین ترازهای انرژی جای خالی میابد یادتون باشه بچه ها ما این چند تا این رو من نظرم اینه که شما اصلا حفظ کنید ببین تو اتم هیدروژن در مدل برد تراز اول انرژیش بود 13 و منفی 13 و 6 دوم الکترون بود تراز بعدی این تراز دو این مساوی ای این مساوی ای یک بود تراز دو بود ای دومون منفی 3 و 14 دهم الکترون بود از کجا این را آقا به دست میرد از فرمول ای این مساوی منفی ای, ای آر این دو ای آر که 13 و 6 بود بچه ها اینجا 13 و بود اینم شماره ترازه حالا یک بذاریم میشه منفی دو بذاریم 13 و تقسیم 4 این میشه و بعدی این مساوی 3 نگاه کنید میشه منفی یکونیم الکترون والد همینطوره هی فاصله بین اینها کمتر و کمتر میشه با پس هرچی از ترازهای پایین میریم بالا انرژی که از دست میده کمتر میشه انرژی الکترون افزایش بده منفی یعنی چی یعنی از دست میده خب بریم ترازهای بالاتر یعنی ترازهای انرژی بالاتر ترازهای انرژی افزایش پیدا میکنه فاصله بین ترازها کاهش پیدا میکنه بنابراین انرژی ترازهای آن افزایش چون داریم میریم بالا کمتر از دست میدن و فاصله بین ترازهای انرژی هم کاهش پیدا میکنه یعنی گزینه چهار ما میشه و اما تست 26 میگه بزرگترین طول موجی که میتونه اتم های هیدروژن برانگیخته نشده را یونیده کنن اتمی که برانگیخته نشده یعنی تو تراز چنده تو اتم هیدروژن یک پای است دوباره میخونم بزرگترین طول موجی که میتونه اتم های هیدروژن برانگیخته نشده را یونیده کند یعنی الکترون رو از اتم جدا کنه چند نانومتره یه آ رو داده 13 و هاش اف رو هم داده هاش سی این بچه سی اشتباه نوشته این هاش سی هاش سی رو داده 1240 الکترون ولت نانومتر پس این یادتون باشه که این هاش سی اشتباه رو گذاشته خب های سی پس داده 1240 الکترون ولت نانومتر خب ای هم ای, ای آرمون هم که داده ۳ و الکترون ولت خب بچه الکترونی الکترون که در تراز اوله یعنی انش یک اینکه کاملا جدا بشه یا ان پریمو یک بگیریم ان بعد چقدر بشه بینهایت بشه بنابراین ای این من های ای مساویه با هاش سی به لاندا یا هاش اف هر کدوم دوست دارید بنویسید هاش اف خب چون از ما طول موج خواسته ای این خب یعنی الکترونه چه کار میکنه میخواد حالا اینجا جذب بکنه بچه اینجا گسیل نمیکنه که میخواد جذب بکنه پس چون جذب میکنه یعنی در اصل انرژی رو پس میتونیم جای این دوتا رو عوض بکنیم چون به خاطر اینکه داره جذب میکنه گسیل نمیکنه ای اینمون میشه منفی ای آر حالا اینو بذاریم بی نهایت به توان دو که این میشه صفر. منفی در منفی میشه مثبت ایه آرمون که سیزده و 6 دهمه ده به این که یکه به توان دو هاش سی به لاندا هاش سی هم که هزار لاندا رو به دست میره پس از اینجا 1240 به 136 و 6 نگاه کنی عددو اگه این 1360 بود میشد 100 پس این چون کمتر از اینه از نظر نسبتی دارم میگم خب اگر این 1360 بود این میشد 100 نسبت ولی 1240 پس تقریبا 91 گزینه 4 میشه حالا یکی سوال میکنه میگه آقا اینجا گفته که بزرگترین طول مود کمترین چی میگفت؟ خب کمترین خیلی مقادیر مثلا میتونیم ما با اشعه گاما بیایم الکترون رو آزاد بکنیم خب کمترین طول موج داره میتونیم با فرابنفش این کارو بکنیم که طول موجهای خیلی خیلی, خیلی کوتاه‌تر میتونیم اما برای بلندترینش دیگه برای اینکه کاملا از قید هسته آزاد بشه 91 چی الکترون ولت اینجا میشه نانومتر میشه طول موجی که باید گسیل کنیم پس گزینه 4 بشه و اما تست 27 میگه کدام یک از موارد زیر توسط فیزیک کلاسیک قابل توجیه و تفسیر می باشد کای ماکسیموم در پدیده فوتوالکتریک به شدت نور فرودی یعنی انرژی نور بستگی ندارد خب فیزیک کلاسیک میگه بستگی ندارد در صورتی که پدیده ها اتفاق تجربه نشون داد که بستگی داره خب این که هیچی به در پدیده فوتوالکتریک اگر شدت نور فرودی کافی باشد اثر فوتوالکتریک باید در هر بست آمدی رخ بده این اصلا نظریه کلاسیک بود میگفت اگر شدت نور به اندازه کافی باشه در هر بستآمدی باید این پدیده رخ بده این با توجه به نظریه کلاسیک قابل توجیه بود یعنی در اصل توجیه میکرد به این شکل جیم در پدیده فوتوالکتریک از سطح فلز گسیل الکترون تقریبا همزمان با تابیدن نور آغاز می شود خب تو فدید فوتوالکتریک می گفتش که تا سطح انرژی الکترون به حدی برسه تا بتونه از قید فلز آزاد بشه یه مدتی طول میکشه ولی در واقع نشون داده شد که همزمان این اتفاق میگیره یعنی به محض اینکه الکترون فوتون رو جذب میکنه پدیده فوتوالکتریک الکتریک رخ میده پس اینم قابل توجیه نبود در اصل دال میگه در الگو اتمی بور باید به علت داشتن شتاب حرکت در دوران الکترون ها و در نتیجه از دست دادن انرژی الکترون روی هسته سقوط کنه در هر حالتی یادتون باشه تو فیزیک کلاسیک میگفتش که انرژیشو از دست میده با تابش هایی که گسیل میکنه و در نهایت به هسته نزدیک میشه و سقوط میکنه پس معلوم شد که مورد ارزم وضوع شما بی و دال موردایی هستن که با فیزیکی کلاسیک قابل توجیه و تفسیر بودن یعنی فیزیک کلاسیک رو اینا اعتقاد داشت که اینا وجود داره پس ب و دال میشه گزینه چهارمون سال 28 میگه با توجه به پرتو نور تکرنگی با بسامد آمد اف و داده در به توان 15 هرز به یک محیط 52 ممیز 8 دهم میلی جول انرژی محیط افزایش پیدا میکنه یعنی جذبش کرده چند فوتون جذب این محیط شده بس رو داریم چی بنویسیم بچه عزیز انرژی امواج الکترون ای مساوی با ان هاش اف خب انرژی که جذب کرده چقدر بوده؟ پنجا و دو ممیز هشت زب در تا منهای سه چرا؟ چون میلی گفته اینو نداریم هاش میشه 6 و 6 ضرب در 10 به توان منفی 34 جول ثانیه و F مون هم داده 10 به توان چند بچه 15 از اینجا اینو پیدا میکنه 52 ممیز 8 ضرب در 10 به توان منهای 3 رو باید تقسیم بره ارزم حضور شما 66 ضرب در 10 تا این با این میشه منفی 35 با این میشه 10 به توان منفی 20 پس N مون در میاد چند 52 ممیز 8 زب در 10 به توانی میاد بالا میشه مثبت 20 میشه 17 تقسیم بر 66 خب میتونیم یه دونه صفر ممیز رو بزنیم یعنی میشه این چند 16 خب 8 اه... بگیریم بچه ها میخوره 6848 و 6848 برای 50 این 8 ضرب دو تا 16 میشه 8 ضرب دو تا 16 میشه یعنی گزینه 4 میشه بله این هم سوال خوبی بود بریم صفحه بعد بچه های عزیز سال 29 رو داریم میگه با گرم کردن تدریجی گاز هیدروژن از دماهای پایین تا دماهای بالا از دماهای پایین تا دمای بالا ابتدا خطای رشته جای خالی و در نهایت خطای رشته جای خالی ظاهر می شود خب هرچی دما میره بالا بچه انرژی فوتون هایی که در اصل چه کار میکنه؟ گسیل میکنه اونم افزایش پیدا میکنه انرژی ها هرچی افزایش پیدا میکنه میره به سمت لیمون. بنابراین ابتدا طول موج های چی رو؟ طول موج های خیلی بلند رو داره گسیل میکنه بس آمد های کم یعنی میشه پفوند بعد که دما میره بالا طول موج خیلی کوتاه و سامت های زیاد میره به سمت لیمان پس پفون اول تا دماش بره بالا طول موج ها بلندن چون دما پایینه طول موج بلندن و سامت کمه بعد که دما میره بالا شروع میکنه طول موجهای کوتاه و بسامدهای های زیاد که به سمت لیمان میره پس ابتدا پفون بعد لیمان که میشه گزینه یکمون عزیزان بله این سوال ساده و خوبی بود و اما تست سی میگه کدام گزینه صحیح است الگوی اتمی بر نمیتواند طیف گسیلی اتمی هیدروژن رو توضیح دهد ده خب میتونست توضیح بده الکترون ها از ترازهای بالا میمدن ترازهای مشخص با سامت های معین و با طول موج های معین گسیل میکرد الگوی اتمی بر هیچ اطلاعی درباره تعداد فوتون هایی که به که با بسامد معین گسیل میشوند نمیداد تعداد فوتون ها رو نمی حالا بریم ببینیم الگوی اتمی بور برای تمام اتم ها قابل استفاده است غیر ممکن بود چرا چون فقط برای اتم هایی بود که تک الکترونی بودن الگوی اتمی بور نمی تواند نشان دهد که طول موج های خطایی طیف جزی و گسیری اتمی با هم برابرند خب اینا میتونه استوجی کنه الگوی اتمی بور برای تمام قابل استفاده می است، اصل نه نبود الگوی اتمی بر هیچ اطلاعی درباره تعداد فوتون هایی که با بست آمده معینی گسته میشه نشون نمیداد بله این گزینه دو جواب صحیح ماست الگوی اتمی بر هیچ اطلاعی درباره تعداد فوتون هایی که با بست مایع معینی گسته میشوند نمیدهد خب پس سوال سی گزینه دو رو انتخاب میکنیم ببینید گزینه یک چرا غلط بود به خاطر اینکه میگفت طیف رو نمیتونه توجیه کنی که میکرد گزینه سه چرا میگفت الگو اتمی بور برای تمام اتم ها قابل استفاده بود که نبود فقط برای اتم چهار الگو اتمی بور نمیتونه نشون بده که طول مچ خط های خطای طیف جذبی و گستری که این هم نشون داد که گفت همون الکترونهایی که از تراز بالا میان فوتون گسیل میکنن همونها رو میتونن جذب کنن برن به تراز بالاتر پس میتونست فقط گزینه دو میتونه صحیح باشه که در مورد تعداد فوتون چه اطلاعی به ما نمیداد بله سال سی یک سال سی یک میگه انرژی فوتون رنگ معینی از نور مرئی یک و هفتاد و الکترون ولت رنگ این نور کدام است های سی هم داده 1240 الکترونولت ولت نانومتر قرمز بنف زرد سبز خب ما طول موجای مرئی رو بچه چند تا چند داشتیم 400 برای بنفش بود 700 برای قرمز بود زرد تقریبا 500 یعنی حدود بخوایم بگیریم یعنی اینا ببینید تیفای پیوستن جدا نیستن مثلا زردی که ما میگیم حدود داریم میگیم مثلا ممکنه خیلی بیشتر هم باشه خب از اینجا اینو داشتیم انهاشف برای یک فوتون انمون یک بود پس ایمون میشد های سی به لاندا لاندا رو برای چی پیدا میخوایم بکنیم چون با این طول موجا مقایسه کنیم های سی مون 1240 اینم داده 1 و 78 و این تقریبا بچا در میاد نزدیک 600 خورده چرا من اینجوری میگم اینو اگه دو بگیرم اینو دو بگیرم 1240 در میاد 620 پس چون یک و نزدیک 600 و حالا هشتاد نوت هشتاد و خورده ای من مثلا میگیرم نانومتر خب به اون رنگایی که خودش داده توجه کنید قرمز خب قرمز که میره رو 720 700 نمیتونه باشه بنفش گزینه دو نمیتونه باشه زرد خب نزدیکه و سبز خب سبزم که میره تو محدوده این سبز بنابراین زرد باید نزدیک تر باشه این به نور زرد نزدیک تر. یعنی گزینه سه مور جواب صحیح همونه. خب و اما سال سی و دو کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ در الگوی اتمی رادرفورد در حرکت الکترون به دوره هسته بسامد مداری آن به طور پیوسته افزایش پیدا میکنن. چرا؟ هرچی نزدیک میشد بسامت زیاد میشد و افزایش پس این درسته این گفته صحیح نمی باشن. در الگوی اتمی رادرفورد تیف اتمی پیوسته در نظر گرفته می شود بله تیف چون به طور متوالی داشته مدارش کاسته می شود تیف پیوسته رو می ولی ناپیوسته رو نمیتونست. در الگوی اتمی بور الکترون در هر مداری با هر شعای حرکت نمی کند این جمله هم درست بود الکترون تو هر مداری با هر شعای حرکت نمی کند چهار در الگو اتمی رادرفورد جاذبه الکتریکی بین الکترون و هسته باعث سقوط الکترون بر روی هسته میشه نه جاذبه نمیشد از دست دادن انرژی الکترون باعث میشد پس این جمله نادرسته و گزینه چهار را انتخاب میکنه سال 33 میگه در طیف اتم هیدروژن بیشینه انرژی فوتون مربوط به رشته لیمان هر موقع میگه بیشینه انرژی یعنی بیشترین بسامت کمترین طول موج چند برابر بیشینه انرژی فوتون رشته, پف... پ... رشته پفوند رشته ان پفوند انپریمش پنج بود بچه ها لیمان انپیریمش یک بود پس من باید برای لاندهای مینیموم یه بار برای چی بگیرم لیمان یه بارم لاندای مینیموم رو بگیرم برای چی پفوند خب چرا کوتاهترین طول موج ها؟ چون باید بیشترین بسامد رو ایجاد بکنه و بیشترین انرژی رو خب میرم برای لیمان حساب میکنم یک بر روی لاندای مینیمومش مساوی با آر یک بر روی به به که یکه اونم که بی نهایته میشه صفر پس از اینجا یک بر روی لاندای مینیموم ما برای لیمان در میاد چند بچه بگید آر یکم یا لاندای مینیمومش میشه چی؟ یک آر خب برم برای پفوند لاندای مینیموم برای پفوند برای اینکه اشتباه نشه اینو لاندا پریم میذارم میشه آر یک بر روی چند بود بچه ها؟ پنج بود پفوند میشه بیست و پنج منهای یک برای بی نهایت به توان دو که صفر میشه از اینجا لاندای مینیموم پریم ما در می اومد چند بچه 25 آروم خب سی برابر با لاندا اف این که ثابته لاندا با اف رابطه عکس داره بنابراین این نسبت باید برای چی بگیرم؟ اف ماکسیموم کی بگید بچه لیمان به اف ماکسیموم کی بچه پفوند. با طول موج برعکسه رابطه عکس داره یعنی میشه برای اون چقدر همون آر اونجا هم که میشه چی؟ یک بیست و آر بله اینا که ساده میشه پس میشه 25 برابر 25 برابر یعنی میشه گزینه چهارش پس بیشتر انرژی فوتون‌های لیمون 25 برابر بیشتر انرژی فوتون‌های های سال 34 میگه کدام گزینه صحیحه با افزایش دمای بخار یک عنصر می توان تمام طول موج ها را مشاهده کرد خب یک عنصر همه طول موج ها رو گسیل نمی کرد که طول موج های خاصی رو که مربوط خود اون عنصر طیف گسیل هیدروژن فقط 4 تا خط داره نه تو مرئیاش چهار تا است ولی نامرئیاش خیلی زیاد بود طیف گسیلی هیچ دو عنصری مثل هم نیست ولی ممکنه طیف جذبی دو عنصر مختلف مثل هم باشد نه همون طیف های جذبی پس اینم جمله صحیحی نیست انرژی گسیل شده از یک جسم ملتهب پیوسته است بله انرژی گسیل شده از یک جسم ملتهب مثل یک جسم جامد یه طیف چی داشت پیوسته ای داشت پس گزینه چهار رو دوباره انتخاب میکنیم اینجا و اما تست 35 و بچه های عزیز کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ به ازای یک ان معین هر چه اختلاف ان و ان بیشتر باشد بسامد بیشتره خب این درسته هر چه اختلاف های بالا و پایین زیاد باشه انرژی که گسیل میکنه یا بسامدی که گسیل میکنه بیشتره طیف گسیلی خطی و طیف جذبیه. طیف های مناسبی برای شناسایی عناصر بشن خب این هم درسته طیف های خطی و جذبی تیف های مناسبی برای تشخیص میتونن باشن چون هر عنصر طیف مخصوص خودشو داره چه به صورت گسیلی چه به صورت جذبی این گفته صحیح نمی باشد سه میگه طبق نظریه کوانتوم در طیف گسیلی هیدروژن چهار خط در ناهی مرعی وجود دارد که هیچ نظمی در قرار گرفتن آنها نه خیلی هم نظم داشتن پس این جمله غلطه یعنی گزینه سه رو باید انتخاب کنید و چهارم میخونم طبق نظریه کلاسیک هنگامی که فوتونی به یک اتم میتابد نوسان میکند نور فرودی باعث ارتعاش الکترون ها میشه. چون نور فرودی جذب میشه حالا فوتون که نگفته بود گفته بود انرژی ولی با این حال جمله درستی بود در مورد فیزیک کلاسیک گفتش که انرژی نور به الکترون ها تابیده میشه و الکترون ها نوسان میکنن و باعث میشه که اون انرژی رو یا جذب کنن که یا گسید از فلز جدا بشن یا در فلز باقی بمونن خب پس گزینه 3 رو بچه ها انتخاب میکنیم برای تست 35 و, و اما تست 36 الکترونی در یک اتم هیدروژن در مداری که 9 برابر حالت پایه است قرار دارد اگر این فوتون به حالت پایه بازگردند کدام که از خطای رشته های زیر رو نمیتواند گسیل کند خب 9 برابر بود بچه چه رابطه بین شعه ها بود؟ آره این بود آ صفر ان دو خب این نه برابر آ صفر آ صفر دو پس از اینجا ان برابر با سه میشه یعنی معلومه تو تراز سه خب بچه ها نگاه کنید تراز سه که بود این مساوی سه بعد دو بعد یک اینو دیگه چیزهایی که وجود داشت آقا حالت اولش این بود یعنی خط اولش این بود که از سه بیاد به دو از دو بیاد به یک یکی دیگهش این بود که گفته بود چی بچه گفته بود که به حالت پایه قرار داره میگه الکترونی که در یک اتمی در مداری که نه برابر شعاع مدار حالت پایه است اگر این فوتون به حالت پایه بازگرده خب یکی دیگه این که از سه مستقیما بیاد به یک پس خط اولش اینی که از سه بیاد به دو از دو بیاد به یک این میشه خط اول کی لیمان خط دومش این بود که مستقیم از سه بیاد به یک خب حالا گفته که کدومو نمیتونه ایجاد بکنه خط اول لیمان رو که میتونه ایجاد بکنه خط اول بالمر خط دوم لیمان و خط دوم بالمر نگاه کنید بچه میگه اگر این فوتون به حالت پای بازگردد یعنی بیاد به تراز اول کدام یکی از خطوط رشته زیر را نمیتواند گسیل کند خط دوم بالمه رو نمیتونه ایجاد بکنه ببینید خط اول لیمان که از سه اومد به دو و دو اومد به یک خط اول بالمر یعنی از دو بیاد به یک اونم که تولید کرد و خط دوم لیمان یعنی که چی از سه مستقیما بیاد به یک خط دوم بالمه رو نمیتونه تولید کنه پس گزینه چهار رو انتخاب میکنیم بله گفته نمیتونه گسیل کنه سال سیاف یه سال مفهومی بودین سال سیاهف کدام طول موج زیر میتواند الکترونی که در تراز سوم اتم هیدروژن از را یک تراز بالاتر ببرد میتواند حواست جمع باشه الکترونی که در تراز سه یعنی رشته پاشن میشه یک تراز بالا ببرد خط اول بال میره میخواد ببره بالا از سه ببره به چهار خط اول پاشنه میشه خط اول براکته نه و خط سوم لیمان لیمان که اصلا ربطی نداره پس میشه خط اول پاشن چون تو خط اول که از چهار بیاد مثلا به سه یا سه بره به چهار میشه خط اولش چون گفته میخواد ببره بالاتر یعنی جذب کنه پس میشه خط اول پاشه و اما سال سیاه هشت میگه در پدیده فوتو الکتریک از نوری بابست آمده اف استفاده شده در هر ثانیه ده به توان 24 الکترون از فلز جدا میشه یعنی چند تا فوتون؟ ده به توان 24 تا فوتون چون هر الکترون مجازه یه فوتون جذب کنه پس وقتی در هر ثانی ده به توان 24 الکترون از فلز جدا شده این ده به توان 24 تا فوتون گرفته اگر در همین حال نوری با همان تعداد فوتون یعنی همون ده به توان 24 تا ولی با بسامد سیف بسامد فوتون عوض شده تعداد فوتون ها عوض نشده چند فوتون در هر ثانی فلز جدا میشه اول چند تا بود یه دوتا میشه دوم هم باز گفته همون تعداد پس الکترون فقط مجاز یک فوتون جذب کنه حالت اول ده به توان 24 بوده حالت دوم هم ده به 24 پس میشه دو تا ده به توان 24 یعنی گزینه سه میشه اصلا نیازی به هر نداره دقت داشته باشید بچه ها وقتی میگه انقدر الکترون از فلز جدا شده یعنی هر الکترون یه فوتون بگیره پس یعنی ده به 24 تا فوتون جذب شده حالا اگر بسته آمده یه نور رو با همون تعداد فوتون بگیرین چون الکترون فقط مجازه یک فوتون بگیره برای همون تعداد الکترون هم دوباره چون اضافه شده بنابراین دو تا در توان 24 میشه گزینه 3 ما که خیلی خیلی آسون بود فقط بعد دقت میکردید و اما تست 39 میگه کدامی که از های زیر نادرسته نور گسیل شده از خورشید حاصل گسیل خود به خودیه. گسیل خود به خودی چی بود بچه؟ الکترون از ترازای بالا میومد به تراز پایین فوتون گسیل میکرد اینو مربوط به اکسامی که گازهایی که برانگیخته شده باشن این اتفاق میافته. خورشید هم یه گاز برانگیخته شده است. پس این میتونه درست باشه. دو هر فوتونی با انرژی مشخص و مناسب میتونه اتم را از حالت برانگیخته یعنی اینکه ما بسامد مشخصی برای فوتون داشته باشیم میتونه اونو تو ترازهای فرعی جاهایی که یه کمی به انرژی انرژی جذب میکنه وقتی جذب بکنه دیگه تو مدار قرار نمیگیره میره مدارهای بالاتر پس اینم میتونه باشه سه انرژی فوتون گسیل شده اتم هیدروژن برابر اختلاف انرژی بین ترازهای متناظر آن در یک اتم یونیده شده تک الکترونی منظورش چیه بچه ببین منظورش اینه که اگر الکترونی مثلا تراز دو میاد به یک اتم هیدروژن از تراز دو مثلا میاد به یک در اتم هیدروژن میتونیم مثلا برای هلیوم هم بگیم همون انرژی رو از تراز دو به یک میاد آزاد میکنه همون فوتون رو میکنه درسته که ما نیروی هسته هلیوم بر الکترونهاش هاش خب بیشتر از هسته هیدروژن بر الکترون هاش. پس این جمله نمیتونه درست باشه انرژی هایی که برای هسته های بزرگتر از اتم هیدروژن با ترازهای متنازع وجود داره قطعا بیشتره پس این جمله نادرسته چهارم میخونم میگه در گسیل القایی همون که ترازهای برانگیخته یه فوتون میگرفت میامد دوتا فوتون گسیل میکرد منظورشونه در گسیل القایی فوتون گسیل شده از اتم با فوتون فرودی هم جهت هم فاز و هم انرژی بله پس ما گزینه سه رو به عنوان نادرستی که خواسته بود انتخاب میکنیم بریم سراغ سال چهل عزیزانم میگه در اتم هیدروژن الکترون از تراز یک به تراز سه میرود در این انتقال شعاع مدار و انرژی الکترون نسبت به حالت قبل به ترتیب چند برابر میشه خب بچه برای شعاع چی داشتیم آره اینو؟ بود آ آر صفر اندو درسته؟ خب تراز یکش یعنی n یک بگیریم پس آره یکش میشه آ صفر برای تراز چند بچه ها؟ گفته بود سه اینم سه بگیرم اندو رو اینو این یک بگیرم اندو آر دو میشه نه تا آ صفر پس این چند برای این نتیجه میگیریم که آر دو به آر یک میشه چقدر؟ میشه نه، نه برابر بریم سراغ انرژی ای برابر دو منفیه ای آر اندو، پس ای انه اینمون که یک بود ایه یکمون میشه منفی ای آر خب ایه دومون میشه منفی چون سه گرفتیم میشه منفی نوشتم منفی و ای آر به نو خب اینجا انرژی یک نهم برابر میشه یعنی ای دومون میشه یک نهم ای یک و آر دومون هم که شد نه تا آر یک شعا گفته بود اول بچه ها شعا در این انتقال شعا نه برابر انرژی یک نه یعنی دو میشه خب میریم در ادامه سال بعدی رو با هم تو برنامه بعدی با